با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی، در ادامه بحث سرنگونی یا فروپاشی در این برنامه میخواییم به این بپردازیم که واقعیت انکار ناپذیر جامعه ما موقعیت انقلابی اونه. به رخدادهای روزانه که نگاه میکنیم میبینیم جلوه های قیام مثل گدازه های آتش زیر خاکستر با وزش هر بادی شعله میکشه و خودش رو نشون میده. خب اگر اون چه در جامعه ما و زیر پوست شهر جاریه یک موقعیت انقلابی هست، چگونه راهش به تغییر بنیادین یعنی به سرنگونی رژیم حاکم باز میشه؟ راهبرد واقعی براندازی رژیم ولایت فقیه چیست؟ آیا راه چاره در اون چه اصلاحاتی ها گفته و میگن در انجام تغییراتی تو خود همین نظامه؟ آیا مثلا رفراندوم که اونها مطرح میکنن راهبرد تغییر واقعی اوضاع سیاسی اجتماعی ایران امروزه؟ یا راه دیگه‌ای برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه وجود داره؟ برای یافتن پاسخ با ما در این برنامه دانش انقلاب همراه باشید. موضوع تغییر رژیم از درون اون، یعنی با حفظ چارچوب نظام ولایت فقیه، حتی زمانی که خود خمینی زنده بود 41 سال قبل در سال 1361 که برنامه 8 ماده‌ایش رو داد مطرح شد، که در واقع تلاش فریبکارانه این سارق بزرگ قرن بود برای اینکه بگه در نظام ولایت فقیه امکان مشارکت سیاسی و نوعی مردم سالاری وجود داره. جناها و دار و دسته های داخلی رژیم هم برای اون خیلی تبلیغات کردن، اما برای کسانی که به روند تحولات و جوهر این تحولات نگاه میکردن کاملا روشن بود که اصل موضوع اینه که بالاخره همه اختیارات در دست جناب ولی فقیه متمرکز میمونه یا خیر. همون چیزی که تحت عنوان ولایت فقیه در قانون اساسیش اومده. خب تا وقتی وضعیتی هست که گردشی در اصل قدرت صورت نمیگیره، به عبارت دیگه هیچ جابجایی بین جریان‌های سیاسی مختلف صورت نمیگیره، در دموکراسی‌های غربی حتی در برخی کشورها مثل پاکستان و هند و از این قبیل جابجایی رئیس جمهور و نخست وزیر به میزان زیادی به معنی تغییر سمت و سوی سیاست‌ها در زمین‌های مختلفه. اما چنین چرخه و جابجایی در نظام ولایت فقیه که اساس قدرت و اختیارات در دست ولی فقیه از اساس وجود نداره، در نتیجه زمینه‌ای برای برخی رفرم‌ها و تغییرها باقی نمیمونه. آنچه که باقی میمونه بی نهایت محدوده، یعنی سقف تاثیرگذاریش بسیار پایینه. همه این مدعیان اصلاحات از ابتدا تا کنون آگاهانه این خاک رو تو چشم مردم و توده ها می پاشیدن که گویا تغییری در کاره و یا میتونه وجود داشته باشه. اهدافی که اصلاحاتی ها با رفراندوم دنبال میکنن مطلقا رفتن یا موندن این رژیم نیست. هرچند ممکنه بابت به اصطلاح بازارگرمی اینطور اونو جلوه بدن، بلکه هدف واقعیشون اینه که اختیارات انحصاری ولی فقیه یعنی همون هژمونی خامنه ای به شکلی محدود بشه و شکل محدود شدنش هم اینطوره که اصلاحاتی ها در این اختیارات سهیم بشن. اگه واقعا امکان چنین چیزی باشه که خود رژیم حاکم حاضر باشه رفراندومی برگزار کنه که خروجی و نتیجهش محدود شدن اختیارات ولی فقیه باشه، در عالم فرض و خیال هم که باشه باید از اون استقبال کرد. ولی این نه تنها یک خوشخیالی توخالی، بلکه همان نقش کاملا واقعیه که جریان مدعی اصلاحات عملا دارن ایفا میکنن، اون هم بعد از بیسابقه ترین قیام سراسری خلق با صدها شهید و ده ها هزار دستگیری و شکنجه شده و هزاران مجروح، که البته از مرزهای وقاحت هم با تکرار این حرفا و ایده های پوچ عبور میکنن. بعد از مرگ خمینی همین خامنه‌ای و رفسنجانی برای این تئوری بافی‌های
که گفته شد پولهای زیادی هم خرج میکردن. از این توهم پراکنی اصلاحاتی ها هم همیشه رژیم ولایت فقیه به عنوان سوپاپ اطمینان استفاده کرده. سوپاپ اطمینان یعنی به انحراف کشوندن جریان خواهان تغییر در جامعه به سمت و مسیری که هیچ نتیجه عملی در پس حرفها و وعده های پوچ به دنبال نداره. حالا بیاییم تی خط این توهم مطرح کردن رفراندوم رو ببینیم. فرض کنیم رژیم چنین رفراندومی رو هم برگزار کنه که در این صورت معلوم میشه قیام سراسری مردم ایران در بیش از 7 ماه و فشار از پایین باعث شده که رژیم از بالا به نقطه پایین کشیده شدن ولی فقیه از کرسی انحصاری هژمونی برسه. این به معنی حس ولی فقیه و اختیارات او و هموار شدن مسیر سرنگونیه، یعنی به سرنگونی ختم میشه. در فردای برگزاری چنین رفراندومی با فرض محال اصلاحاتی ها دو راه بیشتر ندارن، یا مثل اون چی که تا به حال کردن زیر قبای ولی فقیه بخزن و خلاصه به قول خودشون کارگزار و تدارکچی اون بشن، یعنی ولی فقیه اونها رو زیر عباش تحمل کنه نه اینکه توی قدرت سهیم کنه. در این صورت وضعیت تغییری نمیکنه، یا هم که نه بخوان در قدرت و اختیارات ولی فقیه عملا سهیم بشن. این سهیم شدن چیزی نیست جز مسیر حذف خامنه‌ای، چرا که ولایت فقیه تقسیم کردنی نیست، فقط حذف کردنیه. حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کارو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد، از همه طرف اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنیم؟ شما حرفای خامنه‌ای و در واقع رد کردن وقیحانه ایده رفراندوم رو با همون فرهنگ دجالگرانه و متکبرانه یک دیکتاتور پیر و فرتوت شنیدین. هرچند شاید محتوای حرفاش تازگی نداشته باشه، اما توجه به این نکته بسیار مهمه که این مخالفت و پاسخ رد قاطع خامنه‌ای به رفراندوم در شرایطی صورت میگیره که جامعه 85 میلیونی ایران در التهاب قیام بی سابقه ای قرار داره که از شهریور ماه سال گذشته تمامیت پیکره رژیم رو به لرزه انداخته و اونو با چشمانداز سرنگونی مواجه کرده. در واقع این تداوم قیام و پیشروی انقلابه که امکان کمترین مانور از جمله رفراندوم رو از خامنه ای گرفته و به این صورت تاریخ مصرف خاصیت سوپاپ اطمینان بودن اصلاحاتی ها هم همراه با اون به سر اومده. جامعه اکنون راه خودش رو به سمت راه حل انقلابی پیدا میکنه. یک رسانه فارسی زبان در این مورد مینویسه پس از موضع‌گیری خامنه‌ای درباره رفراندوم، جریان اصلاح طلبی در ایران نیز به طور مشخص مورد انتقاد قرار گرفته و کاربرانی آنها را آویزان نامیده و نوشتن با آنکه نگاه حکومت به افراد شاخص این جریان را می‌دانند، باز هم حاضر به طرح موضوع عبور از جمهوری اسلامی نیستند. در برنامه امروز به خط مشی و برنامه اصلاحاتی ها برای پاسخ به موضوع تغییر در جامعه ایران پرداختیم و ماهیت و ته خط اون رو شناختیم، اما راه کار درست و تضمیندار برای اینکه عملاً به تغییر واقعی وضعیت برسیم چیه؟ اگه راه حل سرنگونی و سرنگون کردنه، این چطوری امکان پذیره؟ برای بررسی پاسخ‌ها با ما در برنامه آینده دانش انقلاب همراه باشید.